به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. با نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسانی، باشندگان ناحیه بیستم کابل از داوود سلطان شهردار کابل ستایش کرده و بر وی جپن دستار و ستایش نامه دادن. همچنان در خبر دیگر، نویسنده سمی درعی سیلی غنی به صورت کرزی: از نظر سیاسی غنی تمام مشروعیت خود را از حمایت‌های قومی و جهادی کرزی و سیاف گرفته است، اما غنی که ریاست جمهوریش مدیون همین کرزی و سیاف است، امروز به خاطر سهم نگرفتنش در لست حکومتی سال از سوی غنی هشدار گرفت. مصرف 400 میلیونی از بودجه حکومت به کرزی و 100 میلیونی به سیاف حالا مطمئنن که این مشاوران محرم امریکایی را دوباره بر راه خواهد آورد. همچنان در یک خبر دیگر، مخالفت دکتر عبدالله عبدالله با فرمان غنی درباره تشکیل شورای عالی مصالحه ملی: دکتر عبدالله عبدالله امروز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک اعلامیه در پیوند به تشکیل این شورا میگوید که ایجاد این شورا از صلاحیت های رئیس شورای عالی مصالحه ملی است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی کند. در اعلامیه آقای عبدالله عبدالله از بند ب موافقت نامه سیاسی 28 ثور 1399 در بخش رسمیت و ایجاد این شورا یادآوری شده است و آمده است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد. آقای عبدالله عبدالله می گوید که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشوره ها با رهبران و جریان های مختلف سیاسی مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است. پس از مخالفت حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی با معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله عبدالله رئیس این شورا نیز سکوتش را پس از دو شب در این باره شکست. کریم خرم مشاور رئیس جمهور پیشین گفت: انتباهی که پیش مردم افغانستان موجود است و شاید در نزد پشتیبانان و هواداران دکتر صاحب عبدالله عبدالله موجود باشد، در واقع چیزی که جریان دارد ای بسیار متفاوت از او است. هرچند ریاست جمهوری میگوید که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه پس از مشوره نهایی شده است، اما اکنون به گونه از میان آمدن تغییرات در این فهرست سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت: حکومت افغانستان همچنان به مشوره و رایزنی باور دارد. اگر افراد یا سیاسیون می خواهند که آرزو دارند که شامل از این پروسه شوند، حکومت افغانستان بدون شک او مشوره ها را در نظر خواهد گرفت. نمایندگان قوم پشهی در نشست در کابل میگویند که توازن لازم در ترکیب شورای اعلام شده از سوی رئیس جمهور وجود ندارد. حضرت علی عضو مجلس نمایندگان گفت: مردم پشهی سر رئیس جمهور حق دارند، ما هم گلگی خود را داریم، ناراحت هم هستیم از این حالات رئیس جمهور. قسیم سنجری بزرگ قوم گفت: صبر ما دیگر لبریز شده، کامپاین کردیم برات، حق و حقوق خود را از نزدت میخواهیم، به هر نوعی که شده باشد، نه ما را نارام بساز، نه دولت را نارام بساز. همزمان با موج تازه از تنش های سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله، آقای عبدالله امروز با عبدالرب رسول سیاف، یکی از کسانی که در حل اختلاف ها میان دو طرف میانجی بوده است، دیدار کرد. در تشکیل اعلام شده شورای عالی مصالحه ملی، این شورا 46 عضو دارد. هرچند شمار از سیاستگران بسیاری از اعضای آن را به گونه وابسته به حکومت گفتند، اما حکومت این گفته ها را رد می کند. این در حالی است که فرمان رئیس جمهور غنی درباره اعلام اعضای شورای عالی مصالحه ملی با واکنش شمار از چهره های سیاسی و کسانی که نام هایشان در فهرست اعضای این شورا هستند روبرو شده است.
برخی از سیاستگران حتی ترکیب این شورا را قومی می دانند و می گویند که در جوانان و زنان در رهبری این شورا حضور ندارند. از این میان حامد کرزی رئی جمهور پیشین که نامش در صدر فهرست نامهای اعضای این شورا آمده است می گوید که در هیچ یک از تشکیلات حکومتی سهم نخواهد گرفت. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز ایجاد این شورا را نمایشی خوانده است. حزب جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاح الدین ربانی هم میگوید که نام آقای ربانی به مشورت درج فهرست نامهای اعضای شورای عالی مصالحه ملی شده است و بنان جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خویش همچنان استوار میباشد. بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در این شورا 46 تن عضویت دارند که 9 زن، 9 عضو بلندپایه دولتی و 19 تن از رهبران سیاسی و چهره های جهادی شامل آن می شود. اعضای رهبری این شورا به ترتیب ذیل است: دکتر عبدالله رئیس، عبدالسلام رحیمی معاون، عنایت الله بابر فرحمن معاون، اسدالله سعادتی معاون، زهره مطهری معاون، عطار رحمان سلیم معاون، حاجی دین محمد معاون، محمد اکرم اخپلواک معاون، محمد معصوم استانکزی عضو رهبری، نورالحق علومی عضو رهبری، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستان، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینر محمد خان، دکتر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر و خدای داد صالح 19 عضو این شورا هستند که از آدرس چهره های جهادی و رهبران سیاسی عضویت این شورا را کسب کردند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، محمد عنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان و الماس زاهد مشاور رئیس جمهور از اعضای بلندپایه حکومت هستند که در این شورا عضویت دارند. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.